درود فرمان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. دوستان یه نگاهی بندازیم به بورس و پیش بینی داشته باشیم برای هفته آینده، در حالی که همگی منتظر یک بازگشایی خوب بعد از تعطیلات عید بودیم، یعنی برای تاریخ 14 فروردین منتظر یک اتفاق خوبی در بورس بودیم، به نحوی که شاخص تا 2,260,000 رو اومده بود و علاقمند بودیم که این حرکت با یک حرکت خوب تداوم داشته باشه، همون جوری که از تقریبا 27 اسفند کندل های خوبی رو شاهد بودیم. ولی یک خبر و تنش ها در منطقه باعث شد که همه معادلات به نوعی به هم بریزه و پیش بینی های جورایی متفاوت بشه. البته از نظر عددی شاخص کل در روز چهارشنبه همونجوری که مشاهده میکنید با یک کندل سبز مواجه شد و یک کوچولو هم مثبت بود، ولی آمار واقعیتش آمار خوبی به هیچ عنوان نبود که توی ویدیوی چهارشنبه این مباحث را بررسی کردیم. همچنین در فیلترهایی که ما هفته گذشته داشتیم و فیلتر بازدهی کمتر از 5% به کف 3 ماهه رو با هم دیگه نگاه میکردیم، اگه یادتون باشه هفته گذشته دیگه منظورم همین تعطیلی بود که برای 12-13 فروردین بود. تو آخرین بررسی هایی که اومدیم کف قیمتی ها رو با هم یه بررسی داشتیم، اگه یادتون باشه ما تو این فیلتر 65 تا 68 اون چیزی که در خاطرم هست نماد رو مشاهده میکردیم، یعنی اغلب نمادها بازدهیشون نسبت به کف 3 ماهه از 5% بیشتر شده بود و فقط 68 نماد بودن که این بازدهی کمتر از 5% رو توی فیلتر مشاهده کردیم، که خب خیلی هاشون رو هم با هم دیگه بررسی کردیم. ولی الان میبینید در همین 2 روز کاری که اتفاق افتاده تقریبا تعداد نمادهای این فیلتر ما 2 برابر شده و تعدادشون به 119 نماد مجدداً افزایش پیدا کرده که لیستش را هم اینجا میتونید مشاهده بکنید. خب طبق قاعده ما بایستی در روز تعطیل میومدیم و نمادهای کف قیمتی را با هم بررسی میکردیم، ولی علت این که من دیروز و امروز برنامه در این زمینه نساختم یه مقدار بلا تکلیفی اوضاع سیاسی کشور هستش، یعنی قضیه که فعلا داره تأثیرگذاری میکنه روی بورس این مورده. در حال حاضر از نظر دلاری میشه گفتش که شاخص بورس به 153 میلیارد دلار رسیده و خب این با توجه به افزایش قیمت دلار که در روزهای گذشته اتفاق افتاد به حدود 65 هزار تومان هر دلار رسید، از طرفی نمادها هم قیمت ریالیشون پایین اومد، این ارزش دلاری بازار به 153 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد از 157-8 که بود و خب شرایط خیلی خوبی رو برای خرید میتونیم بگیم که در حال حاضر از نظر این عدد ما داریم مشاهده میکنیم. پی بی ای ها هم که مناسب هستش، یعنی اغلب نمادها الان پی بی ای های بسیار خوبی دارن برای خرید و اختلاف دلار بازار آزاد با دلار نیمایی هم الان خیلی زیاد شده، یعنی از هر نظر ما نگاه بکنیم میشه گفتش که الان برای ورود به بورس موقعیت مناسبی هستش و انتظار میتونیم داشته باشیم در یک شرایطی که این آمار برای ما به وجود میاد بورس ما صعودی باشه. ولی خب در هر حال همه این آمار خوب را مباحث سیاسی و به نوعی میشه گفتش حالا تنش بین ایران و اسرائیل میشوره میبره کنار، به خاطر اینکه اگر خب بخواد درگیری یا مشکل یا جنگی بین این دو کشور اتفاق بیفته قطعاً ما شاهد اصلاح بیشتر شاخص کل خواهیم بود. حجم معاملات هم در حال روز چهارشنبه به عدد بسیار پایینی رسید، به نحوی که مجدداً وارد کانال 4000 شده بودیم، البته سه شنبه 4000 بود، دیروز یعنی روز چهارشنبه مجدداً به کانال 5000 برگشت، ولی خب کماکان این ارزش معاملات نمیتونه
ما را به سمت اون اهدافی که برای شاخص کل متصور هستیم، یعنی شکستن به صلاح عددی که در اردیبهشت ماه به ثبت رسونده و حدود 2,600 هستش، برسونه. ما حجم معاملات حداقل 10,000 را نیاز داریم اینجا و الان حجم معاملاتمون حدود نصف اون چیزی هستش که مد نظر ما هست. سال گذشته همین موقع اگه برگردیم، همونجوری که مشاهده میکنید، ما این حرکت افزایشی بورس که از 24/12 شروع شده بود را در این ایام هم شاهد بودیم. یعنی ببینید 14، 15، 16 و حتی تا 20 شاخص سعودی بود، البته 21 و 22 یه اصلاح کوچیکی را داشت، ولی 26 یعنی شنبه 26 بعد از بازگشایی بورس، فکر میکنم که پارسال اینجا هم همین حدود بعد ماه رمضان اینها بوده دیگه، تونست که مجدداً حرکت سعودی خودش را ادامه بده. بنابراین هفته آینده خیلی مهمه، اگر که واقعا یه همچین اصلاح کوچیکی را ما داشته باشیم و هفته آینده مجدد بتونه با قدرت ادامه راه را داشته باشه، میتونیم انتظار اینو داشته باشیم که در برج دو مجدداً به همون سقف برج دوی پارسال برسیم امسال هم. ولی خب اگر که هفته آینده این چالشه ادامه داشته باشه و بورس وارد یک فضای اصلاحی، حالا از هر نوع اصلاح، چه زمانی و چه قیمتی بشه، اون موقع یک کمی کار سخت میشه و بعدم بایستی صبر کنیم دوباره اگر و اماها شروع بشه و ببینیم که چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد. حالا شاید مثلا دیگه برج دو به اون سقف نرسه، مثلا برج چهار بشه، برج سه بشه و تمام معادلات و پیشبینی ها این گونه به نوعی به هم خواهد ریخت. و تازه این خوب داستانمونه، اینکه میگم برج دو بشه برج چهار، اگر که اصلاح قیمتی داشته باشیم و حالا مثلا بخواد بازگشت بکنه به خاطر شرایط به اصطلاح سیاسی، بعدا مثلا تا چه عددی قرار بیاد پایین و این مهم خواهد شد، یا بعدا این حمایت ها کار میکنه یا نه. مثلا حمایتی که ما توی این محدوده میبینیم 2,150,000 تا 2,170,000 ناحیه حمایتی مونه، آیا این ناحیه حمایتی کار بکنه یا نه. خب اگر این ناحیه حمایتی کار بکنه، مجددا میتونیم امیدوار باشیم که حالا مثلا فوقش با 15 روز تاخیر، با یک ماه تاخیر، مجددا توی برج مثلا 4 و 5 اینا به اون عددی که میخوایم برسه. ولی اگر این حمایت هم کار نکنه، یعنی فشار فروش حالا زیاد بشه، که میگم همه اینا دیگه بستگی به شرایط سیاسی مون خواهد داشت، بعدن بریم سراغ این حمایت، آیا این یکی کار بکنه یا نه. 2,050,000 حالا اگر این یکی کار داد، بعدن فرضاً اگر که اونجا قرار بود با یه ماه تاخیر ما به اون عدد شاخص کل برسیم، حالا دیگه با دو ماه تاخیر بایستی منتظرش باشیم. و اگر این یکی کار نداد و باز به سمت حمایت‌های پایین‌تر رفت، دیگه اون موقع بایستی منتظر این باشیم که شاید تا آخر امسال، یعنی سال 1403، بتونه به اون عدد برسه. بنابراین هفته آینده از این حیث خیلی مهم خواهد بود و در هر حال چون خیلی ها توی این یک دو روز برای من پیام دادن که حالا چی میشه، چه اتفاق میفته. ببینید چی میشه، چه اتفاق میفته، از نظر بنیادی، از نظر تکنیکالی، از نظر مرغوبیت، همه اینها گفتیم که در شرایط خیلی خوبی قرار داره بورس. و معمولا بعد از آغاز حرکت دلار میشه گفتش که بورس هم شرایطش سعودی میشه و به سمت بالا حرکت کنه. هنوز هم بورس کانال سعودی خودش رو از دست نداده، این هم خدمت رو عرض کنم. یعنی همه صحبت هایی که من دارم خدمت شما عرض میکنم برای این هفتهی که میاده، یعنی این هفتهی که میاد ببینید خیلی مهمه، از دست نرفتن کانال سعودی، یعنی بهتره خلاصه کنیم همه این صحبت ها رو، از دست نرفتن این کانال سعودی باعث خواهد شد که بالاخره ما امیدوار بمونیم که حالا با یه هفته دو هفته از اون زمانی که پیش بینی می‌کردیم مجدداً به اهدافمون برسیم. ولی از دست رفتن کانال سعودی
حالا و حرکت به سمت نقاط حمایتی، همونجور که خدمتون گفتم، هر چقدر که بخره این نقاط حمایتی کمتر کار بدن، خب قطعا ما رو با چالش و مشکلات بیشتری روبرو خواهد کرد. البته ما فیبر رو هم داریم، حالا غیر از اون نقاط حمایتی نگاه کنیم، ما حمایت های فیبر هم داریم. الان حمایت کف کانال سعودیمون که تقریبا شاخص 2,230,000 را داره نشون میده، که با این 23/100 فیبو هم یه جورایی تطبیق میکنه، یکسان شدن. اگر این از دست بره، خب 38/100 فیبو رو داریم، 2,220,000. اگر اون از دست رفت، 2,200,000 که خب هم 61/100 فیبو هستش، ببخشید نیم فیبو هستش، و هم اینکه عدد روند، این 2,200,000 عدد روندی هستش، خب این هم میتونه واکنش شاخص کل را داشته باشه. و خب عددهای پایین تر هم باز برای فیبو داریم، یعنی 2,190,000 هم دیگه آخرین نقطه حمایتی فیبو محسوب میشه، که دیگه اگر این از دست رفت، دیگه باید بریم سراغ هم 2,150,000 همون، که تمام اینها برای ما تایم از دست خواهد داد و بالاخره به عقب و به تعویق خواهد انداخون اهدافی که ما خواهیم داشت رو. اینها در صورتیه که تنش سیاسی باشه و جنگ مستقیم وجود نداشته باشه. قطعا اگر جنگ اتفاق بیفته، ما شاهد افت بسیار بیشتر شاخص کل خواهیم بود، حتی شاید همه حمایت ها از دست برود. ولی خب در تنش سیاسی، قول معروف، مثل استخوان در زخم میمونه دیگه، یعنی یه جورایی هستش که ما بلا تکلیفیم، یعنی نمیدونیم واقعا حالا قراره این طرفی بره اون طرفی بره، و بعدا همجور باید بشیم به حمایت ها نگاه کنیم که رو کدومش واکنش بازار قراره نشون بده. این در حالیه که در حال حاضر خب مرغوبیت به صلاح سهام و نمادها بسیار بالا هستش، و انتظار ما این هست که اصلا این کانال سعودی از دست نره و بتونه برکت خودش ادامه بده. خب قطعا اگر که این اتفاق نمی افتاد روز 13 فروردین، ما شاهد بازگشایی خوب بورس میتونستیم باشیم در 14 فروردین، و الان این دو روز کاری میتونست شاخص کل ما بالای این نیمه کانال بیفته و مثلا 2,270,000 باشیم. و الان من برنامه رو یه جوری دیگه براتون صحبت میکردم، میگفتم خب ببینید الان ما نیمه کانال سعودی هستیم و تارگت ما اینجا میتونه، اولین تارگت ما سقف کانال سعودی، یعنی تقریبا 2,350,000 باشه، که اگر به اون عدد رسید و احتمال داشت شارپی بخواد بالا بره و کانال سعودی رو بشکنه، بعدا وارد کانال سعودی با شیب بیشتری خواهیم شد و تارگت نهایی ما این عدد خواهد بود، که خب قطعا اگر ما به این محدوده میرسیدیم، این مقاومت رو هم یه جورایی رد میکردیم، کار خیلی آسون میشد، چون مقاومت چندان سختی دیگه بین راهمون نبود تا اون عدد 2,550,000. ولی خب اوضاع اونجوری که ما خواستیم فعلا پیش نرفته، و آمار هم آمار خیلی جالبی نیستش. با این آمار هم بعید به نظر میرسه که بخواد حالا یه حرکت خیلی قشنگی رو مثلا برای روزهای شنبه و یک شنبه داشته باشه. این که حالا مثلا ما توصیه خرید داشته باشیم یا توصیه فروش داشته باشیم، ببینید تمام اینا دیگه بستگی به پیشبینی شما از شرایط سیاسی داره. واقعیتش اگر که شما از این شرایط سیاسی نگران هستید، اگر که فکر میکنید این شرایط سیاسی بدتر میشه، بحران بیشتر میشه و حالا مثلا ما به سمت یه جنگ پیش خواهیم رفت، خب قطعا شما سراغ بازار بورس نباید برید، و خب بهترین بازار اون موقع برای شما بازار طلا و بازار ارز خواهد شد. ولی اگر که پیشبینی شما از شرایط سیاسی اینه که نه، این بحران هم مانند بسیاری از بحران‌های دیگه‌ای که تو این چند سال اخیر داشتیم رد میشه و اتفاقی برای به اصطلاح بورس رقم نخواهد زد، خب میتونید به آرامی به سرمایه گذاری های خودتون به روش پله‌ای حداقل ادامه بدید، و تازه اینها یه فرصت هستش، بخاطر اینکه به جای اینکه قیمت ها بره بالا اومده پایین، و خب اون کسایی که جا موندن از بازار میتونن خریدشون رو انجام بدن. ولی واقعیت اینه که خب هیچ کس نمیدونه فردا چه اتفاقی میفته و آیا این تنش سیاسی بیشتر خواهد شد یا کمتر خواهد شد.
البته میگم سابقه و حالا یه جورایی صحبت هایی که انجام میشه به این سمت نیست که ایران علاقه منده به یک رویای مستقیم یا یه جنگ به قول معروف تمام عیار باشه و بیشتر دنبال همون بحث های قدیمی، جنگ نیابتی، جنگ های مثلا از راه دور با واسطه دوم سوم اینجور چیزا شاید مطرح باشه، که خب در این صورت باز مجدداً بازگشت بورس رو حالا دیر یا زود خواهیم دید، حالا از هر کدوم این حمایت ها که خدمتتون گفتم، یا حمایت کف کانال یا حمایت های فیبو یا دیگه این حمایتی که اینجا داریم، اون موقع خب باید صبر کنید دیگه، صبر کنید ببینید که هفته آینده تا کدوم حمایت ها پایین خواهد اومد و اونجا سعی کنید که اضافه بکنید. در حال من فکر میکنم که یک کمی زود هستش برای تصمیم گیری تو این مورد و بذارید وان روز شنبه یه شنبه هم آمار را ببینیم آیا تحرک برمیگرده به بورس یا اینکه نه، و خب اونجا شاید با دید بهتری بتونیم این سرمایه‌گذاری ها انجام بدیم. گویا حتی مراسم ها هم هنوز انجام نشده، مراسم تشییع پیکر فردا هستش در اصفهان و حداقل اینها برگزار بشه تا ببینیم چه تبعاتی خواهد داشت بالاخره توی اون مراسم و چه صحبت هایی خواهد شد. تند صحبت میشه، ملایم صحبت میشه، بالاخره اینا همه بحثایی هستش که فعلا میتونه تاثیرگذار باشه روی با ارز ما، یعنی دلار ما، و بعد روی بورس. در نهایت بحث ارزهای دیجیتال فکر میکنم که الان یه مقداری مطمئن تر باشه برای سرمایه گذاری. دوستان که هنوز به اون سمت نرفتن، توصیه منی هستش که بالاخره نیم نگاهی داشته باشن. خیلی از افراد میگن ما بلد نیستیم، خب این دلیل نمیشه، به خاطر اینکه بلد نبودن، هیچ کسی از روز اول بلد نبوده هیچ چیزی، بالاخره همه یاد گرفتیم. ما اولین برنامه رو برای شما در ارتباط با بیت کوین 16 شهریور سال 99 توی همین کانال گذاشتم، زمانی که بیت کوین حدود 10000 دلار بوده، و خب از اون سالان بالاخره ما کمابیش صحبت کردیم، اوایل که خب بیشتر، الان هم که کانال دیگه درست کردیم، یه پیج اینستاگرام دیگه درست کردیم و بالاخره داریم کمک میکنیم. حتی اگر که شما بلد نیستید این کار رو هم انجام بدید، میشه یاد بگیرید، میتونید با من در تماس باشید، با دوستان دیگه که بلد هستن در تماس باشید، یه جایی مطمئنی که میتونه به شما اینها رو یاد بده. به خاطر اینکه ببینید توی ارزهای دیجیتال الان ما دو طرفه دنبال سود میتونیم باشیم. اول اینکه خب هاوینگ بیت کوین نزدیک هستش و مطمئنیم بعد از هاوینگ بالاخره یه جهشی در بازار رو خواهد داد، حالا یا مثلا دو برابر، سه برابر، پنج برابر، ده برابر میشه، یا حالا بالاخره از این سطح که هست زمین میاد بالاتر. پس یه سود از این طرف فعلا داریم پیش بینی میکنیم و سود بعدی قیمت خود دلار هستش. ببینید مثلا شما اگر که ما قیمت ارزهای دیجیتال یا قیمت بیت کوین رو ثابت در نظر بگیریم، فرض بکنیم که الان 60000 دلار بوده، چه میدونم دو ماه پیش هم 60000 دلار بوده، یعنی یه نفر اگه بیت کوین 60000 دلار خریده باشه و الان هم 60000 دلار باشه، تفاوتش در اینه که دو ماه پیش بیت کوین رو با دلار 50000 تومانی خریده به صلاح روی 60000 دلار، و الان قیمت خود بیت کوین اگه تکون نخورده باشه الان دلار 65000 تومانیه، یعنی از نظر ریالی سود خوبی رو برده، یعنی تو فقط تو قسمت دلارش سود برده. حالا غیر از اون بالاخره تو این دو سه ماه اخیر یا بیت کوین از خود 60 که نبوده که، موقع مثلا 50 تا بوده، 48 تا بوده، 40 تا بوده، اصلا 42 تا بوده، 42000 دلار اومده الان روی مثلا 67000 دلار. پس هم بیت کوین یه رشدی این وسط دیده، هم اینکه تتر ما یا دلار ما از یه قیمت به اصطلاح پایین تری 50000 تومانی الان اومده رو 65000 تومان و این ادامه دار خواهد بود. پس بنابراین ببینید فرصت خوبی اونجا هم فراهمه. و خب بسیاری از، البته من همواره میگم همه بازارها شرایط خودشون رو دارن، اینجوری نیستش که شما بگید ببینید بازار ارزهای دیجیتال برای خودش شرایط داره، بورس برای خودش شرایط خودش داره، بازار فارکس برای خودش شرایط خودش داره، و توصیه من این هستش که شما سرمایه‌تون رو بتونید توی همه بازارها به نوعی پخش کنید و بالاخره حتی اگه اینا هم بلد نیستی تا لیگه یاد بگیرید، یا کسایی که بلد هستند کمک بگیرید که بتونید توی همه بازارها به نوعی به نحوی حضور داشته باشید،
که بعداً اگر یه بازاری با چالش مواجه شد، تنش مواجه شد، جا موند، اتفاقاتی براش افتاد، بگین خیلی خب حالا بخشی از سرمایه ما توی این بازار بوده و خب احتمالاً داره همه بازارها برن بالا، حالا با سرعت‌های مختلف. حالا مثلا شاید ارزهای دیجیتال سرعت بیشتری داشته باشه یا فارکس سرعت بهتری داشته باشه، خیلی بورس عقب‌تر بمونه. این هستش که به اون بازارها هم توجه داشته باشید، نه این نباشه که بگید آقا من فقط و فقط روی بورس میخوام سرمایه‌گذاری بکنم، بخاطر اینکه تجربه به ما نشون داده که بالاخره یه وقتایی جبران میشه این عقب موندگی یه بازاری توسط بازار دیگر. و به طور خلاصه میگن همیشه تخم مرغ‌هاتون رو توی سبد نذارید، بالاخره تو چند تا سبد پخش بکنید. ما هم امیدواریم که بالاخره بتونیم تو این زمینه کمک داشته باشیم به دوستان و دیگه فعلا صبر کنیم ببینیم هفته آینده چه اتفاقی میفته. امیدوارم که بالاخره بیایم بگیم این فیلتر ما تعدادش از 119 تا کمتر شد و بالاخره بسیاری از نمادها بالاتر اومدن و شرایط کلی بورس داره بهتر میشه و آمارمون هم داره برمیگرده. اگر این اتفاق بیفته که خب قطعا میتونیم روزهای خوب بورس رو مجددا متصور باشیم. حالا انشالله شنبه یه شنبه باز بازار رو نگاه بکنیم ببینیم که به کدوم سمت سو خواهد رفت و منتظر کامنت ها و پیام های خوب شما هم در این مورد هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.